دوستان گرامی، سربازان گمنام میهن، هممیهنان مبارز، برنامه زنده شماره 7 جنبش سرباز گمنام میهن رو شروع میکنیم و اجازه بدید آغاز این برنامه رو به اسم هممیهنان آریایی ما در کردستان ترکیه که زمانی وقتی که ایران ایران بود و هنوز ویران نبود، ایران تا اون قسمت ها بود، تا نزدیکی دمشق و تمام کشوری که الان عراق اسمش هست و تمام کشوری که الان ترکیه اسمش هست تا نزدیک استانبول و از استانبول به بعد که دیگه یونان بود اون زمان. هممیهنان آریایی ما در زیر یورش و حملات نیروی تجاوزگر اردوغان هستند و با یاد این رزمندگان و این هممیهنان آریایی برنامه امروز رو آغاز میکنیم و درود میفرستیم بر این شیرزنان و شیرمردانی که ایستادند و دارند مقاومت میکنند و مبارزه میکنند علیه نیروهای متجاوز و اشغالگر. این باید سرمشقی باشه، درسی باشه برای ما ایرانیا، برای هممیهنان ما در سراسر ایران که بر علیه یک رژیم اشغالگری که 40 ساله که ایران رو اشغال کرده و به جان و ناموس و مال و تمام دارایی و زندگی ما تجاوز کرده قیام کنند. دیدید که 5th عضو ناتو با اون همه ارتش قوی، با اون همه نیروی هوایی و زمینی که به کار برده، نتونست که مقاومت کردهای سوریه رو در هم بشکنه. شیرزنان و شیردختران و شیرمردان کرد ترکیه، کرد سوریه دلاورانه دارن مبارزه میکنن و حمایت همه جانبه رو دارن به خودشون جلب میکنن. ما هم باید همین کار رو بکنیم. ما هم با قیام، با اعتراض، با تظاهرات، با یک قیام سراسری میتونیم تمام توجه دنیا رو به خودمون جلب بکنیم. این چیزی هستش که انجام پذیره، چیزی نیست که ناممکن باشه، چیزی نیست که مثل اونجوری که حکومت اسلامی داره تبلیغشو میکنه که مردم ناتوانند. اینها نیست، داریم میبینیم، با چشمان خودمون داریم میبینیم که چه اتفاقاتی داره میافته. پس خواهش من اینه که این برنامه ها رو شیر کنید، کانال جنبش سرباز گمنام میهن و کانال های خبری مردمی رو به همه اطلاع بدید. تمام هممیهنان چه داخل چه خارج باید با این جنبش سرباز گمنام میهن و کانال های خبری مردمی آشنا باشند، آگاه باشند و دست به دست هم بدیم و با یک اتحاد سراسری و یک قیام ملی سراسری رژیم اشغالگری که 40 سال میهن ما رو اشغال کرده نابود و سرنگون کنیم و ایران آینده رو به دست خودمون، به دست توانای فرزندان ایران درست کنیم. بعد از این مقدمه بذارید شروع بکنیم برنامه امروز رو، اگه دوستان همراهی بکنن و اسلایت ها رو نشون بدن که من بتونم صحبت بکنم. این اسلاید رو از همون جلسه قبل داریم، مقدمات قیام سراسری اون هفته قبل شروع شد و ما درخواست اعتصاب در تمام وزارتخانه ها، ادارات، صنف های کارگری، کارمندی، بازار و همه و همه و حتی نانوایی ها که درسته نانوایی ها ممکنه میگن خب ما مثلا 2-3 نفر کارگر داریم چیکار میتونیم بکنیم، اما اعتصاب اونا و اعتراض به افزایش قیمت آرد و نون چیزی هستش که مردم رو به خیابون میریزه و ما انتظار داریم از تمام صنایع سنگین و صنایع نفت و تمام ادارات و وزارتخانه ها
که به اعتصاب و اعتراف دست بزنن. خیانت‌های وزارت بهداشت و وزارت‌های دیگر رو هر روز داریم می‌بینیم. تجاوز به سلامتی و تندرستی مردم لردگان و چنار محمودی رو دیدیم و خدا میدونه تو جاهای دیگه، قوچان و جاهای دیگه که همین آزمایش ها رو انجام دادن و همین سرنگ های آلوده به خون ایدز رو، به خون اچ آی وی رو استفاده کردن، خدا میدونه که چه بلایی به سر بقیه آوردن و هنوز ما خبر نداریم. بنابراین باید قیام کنیم، باید بپاشیم، باید بپاخیزیم و این تحریم های داخلی رو حتما شروع بکنید. منتظر کسی نباشید، اخبار رو به همه برسونید که از امروز، اگه از هفته قبل شروع نکردید، از امروز شروع بکنید. هیچ نوع مالیات، عوارض، قبوزی که به دولت کمک بکنه و حتی شرکت هایی که به نوعی به دولت وابسته هستن، اینا رو دیگه پرداخت نکنید. تحریم داخلی رو شروع بکنید. ما میتونیم این کار بکنیم. هم میهنان آریایی کرد سوریه رو نگاه بکنید چیکار دارن میکنن. اینا با دست خالی، در واقع این اسلحه‌ای که دارن در برابر توپ و تانک و تجهیزات هوایی و زمینی ارتش ترکیه چیزی نیست، ولی دارن مقاومت میکنن و اگرم بمیرن با شرافت میمیرن، اگرم بمیرن با افتخار میمیرن. دیگه در برابر ظلم و تجاوز نمیخوان که سر تعظیم فرود بیارن. چرا ما ایرانی ها فقط ساکت نشستیم و میخوایم یک نیروی خارجی، یک ارتش آزادی بخش خارجی بیاد و معجزه بکنه و ما را نجات بده؟ بس کنید اینا رو. اعتصابات و تظاهرات و اعتراضات رو همه جا شروع بکنید، همه جا، فرقی نمیکنه دولتی یا خصوصی، این کار رو شروع بکنید. بازاریا اومدن اعتراض کردن به شکست بازار، به شکست اقتصادی، همه باید پشتیبانی کنند. کارگران هفت تپه 18 روز در اعتصاب هستند، همه باید پشتیبانی کنند. از کارگران هپکو و کارگران آب عراق و همچنین تمام جاهای اعتراض فرهنگیان، اعتراض معلمان، تمام جاهایی که دارن اعتراض میکنن و به نوعی به قیام سراسری دارن کمک میکنن، باید پشتیبانی کنیم. این خبرها رو پخش بکنید. تنها ننشینید که اخبار رو گوش کنید و نگاه بکنید و بعد غصه بخورید که ای چرا اینجوری شد، چرا اونجوری نشد. با غصه خوردن کاری درست نمیشه، با اقدام درست میشه، با عمل درست میشه. باید اقدام کرد. وعده ای رو که خمینی دجال اون زمان داد که آب و برق و اتوبوس و همه چی رو مجانی میکنه، الان شما مردم باید این وعده رو به منصه ظهور برسانید. باید همه چی مجانی باشه تا زمانی که حکومت اسلامی سر کاره. مگه خودشون نگفتن؟ پس چرا این کارو نمیکنید؟ از چی میترسید؟ چی دارید دیگه از دست بدید؟ نه درآمد هست، نه حقوق هست. الان حقوق مثلا خیلی از کارمندا، خیلی از کارگران 7 ماه عقب افتاده. مگه به زلزله‌زدگان کمک کردن؟ مگه به زلزله‌زدگان کمک کردن؟ اون وعده و وعیدهای دولت بی اعتبار روحانی چی شد؟ تا کی منتظرید؟ تا کی میخواید همینجوری بشینید و فقط به اخبار این و اون گوش کنید؟ فقط به وایس آف امریکا و بی بی سی و مناطق و نمیدونم این و اون گوش کنید؟ با گوش کردن اخبار چیزی حل نمیشه. آگاهیتون رو بیشتر بکنید از طریق رسانه های مردمی، اما باید عمل کرد، باید اقدام کرد، باید اومد بیرون، باید کار کرد. آیا تا کنون هیچ واکنشی رو بدون کنش اولیه دیدید؟ مگه امکان داره همچه چیزی؟ دیگه بسه، دیگه شروع بکنید. ما برنامه های عملی قیام رو شروع میکنیم. البته ممکنه چون این اسلاید ها داره از یه جای دیگه پخش میشه و صدای من داره روی این مونتاژ میشه، ممکنه گاهی وقتا وقفه زمانی ایجاد بشه و یا مثلا از نظر تصویری خوب نباشن، پوزش میخوایم. امکانات ما خیلی کمه و با یک امکانات خیلی ابتدایی داریم این کارا رو میکنیم و همه تیم ما شب و روز کار میکنن، شب و روز در تلاشن،
که بتونیم ما این صدا رو به شما برسونیم و این هسته های مبارزاتی رو با هم هماهنگ بکنیم و کارهای عملی رو شروع بکنیم که کردیم البته، ولی خب هنوز در سطح ابتداییه و در هفته های آینده خیلی بیشتر میشه. برنامه های قیام عملی قیام سراسری ایران رو شروع میکنم، تشکیل هسته های اصلی رو اشاره میکنم. ببینید این برنامه ها رو الان به صورت خلاصه در این اسلاید اشاره میکنم و بعداً بیشتر توضیح میدم. اینا رو خیلی جدی بگیرید خواهش میکنم. سربازان گمنام میهن، شما لیدرهای آینده هستید، شما رهبران هستید، شمایید که آینده این مملکت و این کشور و این ادارات و وزارتخونه ها رو به دست میگیرید. از حالا باید شروع کرد. نگید خودتون رو دست کم نگیرید، نگید که ما نمیتونیم، نگید که مردم نمیان. شما شروع کن، مردم میان. شما تصاویری رو که روی کانال گذاشتیم دیدید که با چند فراخوان در کردستان ایران، عراق، ترکیه و کشورهای خارجی فرانسه و آلمان چه قوغایی به پا کردن. ظرف چند ساعت صدها هزار نفر جمع شدن، میلیون ها نفر در کل دنیا جمع شدن و بر علیه ترکیه تظاهرات کردن. خب ما هم باید همین کارو بکنیم. وقتی ما این کارو شروع بکنیم دنیا حمایتمون میکنه. بنابراین شروع بکنید. الان توی این اسلاید یه کمی به صورت خلاصه این مسائل اصلی رو میگم، بعد توی اسلایدهای بعدی بیشتر توضیح میدم. برنامه های عملی قیام شامل تشکیل هسته های اصلی هستند و اعتصابات و تحریم های داخلی و آگاه کردن افراد در حاشیه برای نیاز به یک قیام سراسری. مردم باید اینو درک بکنن، با وجودشون، با تمام وجودشون باید اینو درک بکنن که باید یک قیام سراسری تو ایران بشه و به امید هیچ بیگانه ای نباشیم، به امید هیچ کشور خارجی نباشیم. کمک کردن میپذیریم به صورت کمک، نه اینکه یک حکومت وابسته به یک کشور دیگه به وجود بیاریم، اون که فایده نداره. ولی کمک کردن میپذیریم، نکردن ما خودمون این کارو میکنیم. ولی وقتی ما تو خیابونا بیایم، همونطوری که بارها و بارها اونا گفتن، اونا هم حمایت میکنن، چون اونا دنبال منافع خودشون هستن و میخوان با حکومتی که در آینده ایران قدرت رو به دست میگیره کمک بکنن و باش وارد معامله بشن. بنابراین ترس اینو نداشته باشید که اونا کمک نمیکنن. ما که به خیابونا بریزیم، ما که مراکز حکومتی رو تسخیر بکنیم، ما که اعتراضات میلیونی بکنیم، اونام به کمک میان. خب حالا بریم روی چگونگی تشکیل هسته های اصلی مبارزاتی. اینا خیلی مهم هستش. خواهش میکنم اینا رو شیر بکنید، چه الان چه وقتی که دوباره روی کانال ضبط شده رو میذاریم، اینا رو شیر بکنید با تمام دوستان، فامیلا و آشنایان. خب قصه اینو نخورید که اونا الان نمیان، به ما وصل نمیشن، نمیپیوندن، نمیدونم جواب نمیدن فلان اینا. میان، یه روزی میان، دل سردن به خاطر اینکه دو قیام قبلی شکست خورده، به خاطر یکی اینکه قیام 88 اصلاح طلبان به بیراهش بردن و خیانت کردن به مردم ایران، و قیام 96 به خاطر اینکه فرماندهی و سازماندهی نداشت. الان فرماندهی داریم. الان نه تنها من به عنوان رهبر جنبش سرباز گمنام میهن دارم شب و روز کار میکنم، بلکه رهبری جنبش سرباز گمنام میهن لایه‌ایه. حتی من از بین برم، کسان دیگه ای هستن که این پرچم رو به دست میگیرن و این نهضت رو ادامه میدن، این قیام رو ادامه میدن. قصه اینو نخورید. رهبری وجود داره و ما داریم نیروهای متفاوت ایرانی رو، چه مردم عادی و چه جریانهای سیاسی رو با هم متحد میکنیم. خیلی ها الان دارن فقط ما رو نگاه میکنن از دور، ولی دارن کم کم میان و خبرهای خوشحال کننده ای در راه هستش. خب هسته رهبری و هدایت تظاهرات. برگردیم به اصل موضوع، اصل این اسلاید، چگونگی تشکیل هسته های اصلی مبارزاتی. ببینید دوستان عزیز، ما هسته های زیادی رو نیاز داریم، هسته های مبارزاتی. هسته رهبری و هدایت تظاهرات هسته ای هستش که شعارها رو تنظیم میکنه، جهت و مسیر تظاهرات رو هدایت میکنه، به دست میگیره و
یک کسانی توی این هسته سعی میکنن که افراد نفوذی رو شناسایی کنن و وقتی که شعارهای تظاهرات رو به بیراهه دارن میبرن، مثلا مرگ بر کشورهای دیگه و فلان و اینا، اینا رو دوباره برگردونن به مسیر اصلی قیام. هدف ما، تمرکز ما روی رژیم ننگین و منحوس حکومت اسلامی است و تمام شعارات دور این باید باشه، دو پیرامون نابودی رژیم جمهوری اسلامی بر علیه رهبر و رژیم جمهوری اسلامی، نه چیز دیگه ای. خب تمام شعارات در این جهت باید هدایت بشه. اگه شعار مرگ بر این کشور و اون کشور سر دادن، بدونید که اینا نفوذی هستن. ما با تمام کشورهای دنیا میخوایم رابطه دوستی داشته باشیم، ملتی صلح‌آمیز و طرفدار دوستی هستیم. از قدیم تمام ایران همیشه اینجوری بوده و ما هم طبق روش نیاکان ما پیام صلح و دوستی رو برای همه مردم دنیا داریم و همه مردم کشور خودمون، و تنها ما از مبارزه مسلحانه زمانی استفاده میکنیم که به مردم ما حمله بکنن، مزدوران حمله بکنن، و اگه کشور خارجی به کشور و میهن ما تجاوز کرد، خب طبیعیه که جلوش وامیسیم. اما قیام ما قیامی بر علیه رژیم جمهوری اسلامی، نه چیز دیگه ای، نه بر علیه کشورهای دیگه. خب هسته رهبری و هدایت تظاهرات این کار عمده رو به عهده داره که تظاهرات رو و نوع شعارا رو تنظیم بکنه، آماده بکنه و هدایت بکنه و از پخش شعارهایی که به وسیله افراد نفوذی یا گاهی وقتا به وسیله افراد ناآگاه سر داده بشه، اونا رو خاموش کنن و جهت و مسیر تظاهرات رو برگردونن به جهت اصلی. این هسته در مرکز تظاهرات هستن. هسته دفاعی تهاجمی کارش چیه؟ این هسته دور هسته رهبری تظاهرات رو میگیره و ضمن اینکه با اونا شعار میدن، در ضمن مواظب حمله مزدوران رژیم هستن و باید در مقابل اونا دفاع بکنن. فیلم ها و ویدیو ها و عکس های زیادی گذاشتیم و خب یه سری چیزا هم هستش که روی کانال نمیشه گذاشت و به صورت خصوصی برای گروه ها میفرستیم و برای افرادی که میخوان مبارزه بکنن میفرستیم. این آمادگی رو باید داشته باشید که دفاع بکنید از هممیهنان، از هسته اصلی تظاهرات و از مردمی که دارن میپیوندن. و این هسته دفاع تهاجمی هستش به خاطر اینکه نه تنها دفاع میکنید بلکه به مزدوران باید حمله بکنید. خب کسانی که میان که تظاهرات رو سرکوب بکنن، ممکنه بعضیاشون بخوان به قیام بپیوندن، ولی این کمتر از یک دقیقه باید طول بکشه. پیام رو بدید، ازشون بخواید که به تظاهرات بپیوندن، خلع سلاح بشن کامل، خب نه اینکه مثلا چیز رو پنهان بکنن، کامل خلع سلاحشون کنید، حالا بذار به مردم بپیوندن و شعار بدن و تظاهرات کنن مثل همه. خب تهاجم شما به مزدوران باعث ریختن روحیه اونا میشه. اونا خیلی ترسوتر و بزدلترن از اونی که شما فکر میکنید و شما خیلی شجاعتر از اونید که شما فکر میکنید. این کار رو عملا میبینیم و عملا دیدیم در قیام های قبلی. خب اینو حتما باید در نظر داشته باشید. من چون زمانو باید حدود نیم ساعت تنظیم بکنم که متاسفانه همیشه هم بیشتر میشه از اون، منتها سعی میکنم به صورت کوتاه اینا رو توضیح بدم، ولی اینا رو حتما منتشر بکنید و اطلاعات جزئی تر رو که روی کانال نمیتونیم بذاریم برای هسته های مبارزاتی، به شرط اینکه بدونیم دارن کار میکنن، میفرستیم براشون. هسته امدادی کارش امدادگریه. تعدادی از پزشکان و پرستاران و بهیاران با ما تماس گرفتن و حاضر به کمک هستن. یه سری از اونا هسته های امدادی رو درست کردن و از بقیه خواستیم که این هسته ها رو درست بکنن و آماده بشن برای روز قیام. هسته اطلاع رسانی باید از تمام پایگاه های بسیج و سپاه و مزدورانی که در اون منطقه هستن اطلاع به دست بیاره،
اطلاع رسانی بکنه و طبق اون اپلیکیشن هایی که دادیم مثل فایر چت و برایر و اینا باید اطلاع رسانی بکنن و به همدیگه اطلاع بدن در فاصله های منظم کوتاه، با هم در ارتباط باشن و با هسته اصلی تظاهرات و هسته هدایت کننده باید در تماس باشن و وقتی که مزدوران میان بیرون اینا اولا راهشون رو سد بکنن، بعد هسته دفاعی بیاد دفاع بکنه، تهاجم بکنه و اینا رو از بین ببرن، خلع سلاح بکنن و تمام این سلاح ها و تجهیزاتی که میگیرید باید ببرید استفاده بکنید در اون روز و اگه تظاهرات ادامه نداشت اینا رو باید ببرید قائم کنید، پنهان کنید یه جایی و برای روزهای بعدی استفاده بکنید. ما در جنگیم. خب انسان وقتی که در جنگه، وقتی جونش در خطره، دیگه فکر مسائل دیگر رو نمی کنه. اینا مال ماست. تمام وسایل و تجهیزاتی که مزدوران رژیم استفاده می کنن با پول من و شما خریداری شده، با پول ملت خریداری شده، مال ماست و ما صاحبان اصلی اینا هستیم و از اینا استفاده می کنیم برای موفقیت قیام و بر علیه مزدوران رژیم. هسته بعدی هسته یارگیری است. توی تظاهرات و اعتراضات شما با بسیاری از مردم برخورد میکنید که اینا جزو هسته ها نیستن و همونجا هسته یارگیری باید شروع بکنه و خب ممکنه افراد نفوذی بیان مثلا چیز بکنن و اینا اطلاع بدن بگن که ما هستیم و فلان اینا، ولی اینا مشخص میشه، اینا مشکلی نیست، از این ترس نداشته باشید. 99% مردم مخالف این حکومتن، 1% احتمال داره افراد نفوذی باشن، خب ولی اینا تشخیص داده میشه، نگران این قسمت نباشید. این هسته های اصلی مبارزاتی هستن که باید تشکیل بدیم. اگه تشکیل ندادی توی شهرهای مختلف، البته حدود چند هزار هسته درست شدن تا حالا در شهرهای مختلف ایران و خیلی فعال هستن و از شما هم میهنانم، از شما سربازان گمنام میهن هم تقاضا میکنم که اینا رو پخش بکنید و جنبش سرباز گمنام میهن رو به همه اطلاع بدید، بهشون بشناسونید و حتی اگه الان هم دل سرد باشن مطمئن باشید وقتی قیام شروع میشه، وقتی میبینن که ما جدی هستیم و تداوم داریم در کارمون، اینا میپیوندن. لیدرهای جنبش در حال آموزش و آمادگی هستند. ما با افرادی که واقعا کاری هستن و قدرت رهبری رو دارن، البته همه دارن ولی خب بعضیا متوجه نیستن و یا نمیخوان که در سطح رهبری قرار بگیرن، اما یه سری هستن که این قدرت رو دارن، شدیداً دارن کار میکنن با ما و ما اینا رو آموزش میدیم که اینا در قسمت‌های مختلف، جاهای مختلف، شرکت‌های مختلف، ادارجات و وزارتخونه‌ها و تمام اصناف اینا کار بکنن و این اعتصابات کمرشکن سراسری رو اطلاع بدن و اینو کم کم شروع بکنیم. تظاهرات در همه شهرها باید باشه، نباید متمرکز به یک نقطه باشه، نباید فقط بر تهران تمرکز کنیم. درست تهران اصل کاری هستش، ولی حتی توی تهران تظاهرات باید در نقاط مختلف باشه که مزدوران رژیم اینو نتونن سرکوب بکنن، نتونن نیرو بیارن از جاهای دیگه و در یک نقطه متمرکز بکنیم. ما باید در نقاط مختلف تظاهرات برق‌آسا را بندازیم و همین که مزدوران اومدن، اگه هسته های دفاعی تهاجمی آماده هستن بهشون حمله میکنن و ادامه دار میشه، اگه نه اون تظاهرات رو تموم میکنیم و در نقطه دیگر شروع میکنیم. این سردرگمی خیلی زیادی رو برای حکومت و مزدوران حکومت درست میکنه و درست مثل زمانی میشه که در سال 88 به اعتراف فرمانده اطلاعات تهران، اگه 4 ساعت دیگه تظاهرات ادامه داشت، دولت کاملا حکومت رو از دست داده بود و شکست خورده بود، چون دیگه کنترلی نداشتن. بنابراین اینو در نظر بگیرید که در جاهای مختلف این تظاهرات باید باشه، این حسایی رو که اشاره کردیم توی قسمت‌های مختلف باشه و به صورت لایه‌ای. خب تمام اون حسایی رو که اشاره کردیم توی قسمت مرکزی تظاهرات میکنن، قسمت بعدی در لایه بعدی دوباره این حسها
کار خودشون رو شروع میکنن، به صورتی که مزدوران رژیم رو در یک منگنه مبارزین قرار بدید، در یک تنگنا قرار بدید که دیگه فرصت این که مردم رو سرکوب بکنن نداشته باشن. تسخیر مراکز حکومتی جزو کارهای دیگه هستش که هسته هایی هستن که باید این کار رو انجام بدن و الان آمادگی داشته باشن. از همین الان باید شروع بکنید هسته های تدافعی مبارزاتی، دفاعی مبارزاتی باید شروع بکنند به پایگاه های بسیج و نیروهای انتظامی و جاهایی که قابل دسترس هستن الان، و یا انبارهای اسلحه و مهماتی که در قسمت های مختلف شهر هستن به اونا حمله بکنید، اسلحه گیر بیارید. و این یک نکته خیلی مهمی هستش، خیلی از شماها با ما تماس میگیرید که به ما اسلحه برسونید، به ما نمیدونم اطلاعات فلان برسونید. ببینید، شما باید تهیه بکنید. ما با یک کشور خارجی همپیمان نظام در یک همپیمانی نظامی نیستیم که بتونیم مثلا اسلحه از اونجا بیاریم. تمام اسلحه‌های مهماتی که در ایران وجود داره مال ماست، مال مردمه، و تصاحب اونا یک کار شرعی، قانونی و عرفی و ملی هستش. باید این کار رو بکنید. و چیزایی که الان نمیتونم توی کانال مشخصا اسم ببرم به خاطر اینکه کانال ما رو تعطیل نکنن، چون اینا جز قوانین این کانال های شبکه های مجازی و اجتماعی هستن که ما باید رعایت بکنیم. و ساخت اون ابزارها، اون چیزها رو باید به دست بیارید و ما هم به صورت پیام های خصوصی از طرق دیگه برای شما میفرستیم، ولی باید آماده بشید و این کار رو حتما باید شروع بکنید. خب، اینا چیزهایی هستش که حتما الان باید شروع بکنید. بعد تسخیر مراکز حکومتی رو کاملا آماده باشید، نقشش رو داشته باشید و در روز قیام همین کارا رو باید انجام بدید. و خبر خوشحال کننده اینه که تعدادی از افسران ارتش نوین ایران اعلام آمادگی کردن و به جنبش سرباز گمنام میهن پیوستن و این مایه خوشحالی هستش. اینا افسران نیروی دریایی، نیروی زمینی و نیروی هوایی هستن و همچنین هم اونا هم ما از سپاهیان و بسیجیان دعوت کردیم و هنوز دعوت میکنیم که به نیروهای ملی میهنی، به جنبش سرباز گمنام میهن بپیوندن و به ارتش نوین ایران که بتونیم همه با هم با یک اتحاد سراسری جنبش رو شکوفا بکنیم و قیام ملی سراسری رو آغاز بکنیم. خیلی از مردم با ما تماس میگیرن و میگن که مثلا مردم خیلی دلسرد هستن، نمیدونم ما داریم کار میکنیم و کسی جواب نمیده، ببین سوریه چی شده، ببین فلان، اینا اونا خوبن، اونا اتحاد دارن، ما نداریم. ببین، اتحاد به وجود میاد. شما الان باید تصمیم بگیرید، یا یک زندگی همراه با آزادگی و افتخار و سربلندی رو باید انتخاب بکنید و مانند دختران کرد سوریه ایستاده بمیرید، یا اینکه باید این ذلت و خفت و خاری که 40 ساله روی ما حکم فرماد قبول بکنید. تصمیم با شماست. ما نمیتونیم برای شما تصمیم بگیریم و نمیتونیم بهتون بگیم چیکار بکنید. ما خط میدیم، راهنمایی میکنیم، گروه ها را تشکیل میدیم، مبارزه رو شروع کردیم، ادامه میدیم و جون و هستی خودمون رو روی این مبارزه گذاشتیم. این دیگه با شماست که با ما همراه بشید یا نه. آیا میخواید مثل یک سرو، یک سرو آزاده ایستاده بمیرید، یا اینکه میخواید با خفت و خاری و ذلت تحت یک حکومت اشغالگر متجاوز بردگی بکنید که اسمش زندگی نیست این در واقع. تصمیم با شماست. خیلی ممنون و سپاسگزارم
که با ما بودید این نیم ساعت رو، وقت خودتون رو گذاشتید. در هفته های آینده خبرهای بهتری رو برای شما خواهیم داشت. البته کانال ما کانال خبرگزاری نیست، کانال مبارزاتیه، آگاهی دهنده و اطلاع رسانی برای مبارزه و برای یک قیام سراسری است. ما پیروزیم چون ما مردم ایران هستیم، از بطن مردم هستیم و وابستگی به هیچ گروه سیاسی نداریم و به هیچ شخصیتی یا گروه یا حزب یا جریانی وابسته نیستیم و از همه ایرانیان، از همه جریانات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی دعوت میکنیم که به جنبش سرباز گمنام میهن بپیوندند و دین خودشونو در سرنگونی رژیم غاصب و ننگین اشغالگر اسلامی ادا بکنن و در ساختن ایرانی شکوفا و آزاد در آینده نزدیک با ما همگام و همصدا و همدل باشند. ما پیروزیم چون شما با مایید. مردم همیشه پیروزند و قدرت مردم بالاترین قدرت در دنیاست. هیچ حکومتی، هیچ دولتی نمیتونه در برابر قدرت و توانایی مردم یارای مقاومت داشته باشه. نیروی خودتون رو باور داشته باشید، اعتماد به نفس داشته باشید، به خودتون ایمان داشته باشید و بدونید که پیروزید. و ما همه با هم با اتحاد و یگانگی و یکپارچگی و همدلی و همصدایی در سراسر ایران حکومت اشغالگر و خائن و ضد ایرانی اسلامی رو شکست میدیم به زودی و ما پیروزیم. سربلند و پیروز باشید. پاینده ایران، جاوید مردم شریف و مبارز ایران.